وزارت اطلاعات ایران از شناسایی و انهدام یک گروه تروریستی مرتبط با قتل مصطفی احمدی روشن، یکی از دانشمندان هسته‌ای ایران خبر داده است. در بیانیه وزارت اطلاعات آمده گروه مذکور تحت مدیریت دولت اسرائیل بوده و هنگام دستگیری مقادیر قابل توجهی سلاح و مواد منفجره از آنان کشف شد. دولت اسرائیل تاکنون واکنشی به این خبر نشان نداده است. معمولا مقامات اسرائیلی در مورد مطالب اتهامات یا افتراهایی که وابسته به امور اطلاعاتی و امنیتی هست واکنش نشون نمیدن. تردیدی نیست که حکومت اسلامی ایران یک هدف اطلاعاتی و امنیتی بسیار مهم برای کشور اسرائیل هست و حتی میشه گفت مهمترین هدف هست. بنابراین باز تردیدی نیست که اسرائیل سعی میکنه که به شیوه های مختلف و وسایل و امکانات متنوع اخبار و اطلاعات مربوط به حکومت ایران رو به دست بیاره. ولی مسلماً هیچ وقت یک کشور یا یک سازمان اطلاعاتی نمیاد که امور اطلاعاتی و امور خرابکاری و امنیتی رو با هم داخل بکنه. بنابراین این ادعا و اتهام حکومت ایران که از افرادی به اتهام جاسوسی مقداری هم سلاح و مهمات و وسایل خرابکاری گرفته شده، این با منطق امور امنیتی جور در نمیاد. بنابراین این رو باید با تردید بسیار تلقی کرد، به ویژه آنکه حکومت ایران هر رویداد امنیتی یا اطلاعاتی یا نظامی داخل کشور رو که حاکی از ناآرامی ها و حاکی از نارضایی مردم است به عوامل خارجی نسبت میده. جمهوری اسلامی ایران همواره مسئولیت ترورهای صورت گرفته، خصوصا ترور دانشمندان هسته‌ای ایران را متوجه دولت‌های غربی و اسرائیل می‌داند. برخی از کشورهای غربی معتقدند در صورت دستیابی ایران به سلاح اتمی، اسرائیل اولین هدف حمله ایران خواهد بود. پیش از این روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف به نقل از برخی از کارشناسان اطلاعاتی و یکی از ماموران سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا گفته بود اسرائیل جهت آسیب زدن و به تأخیر انداختن برنامه‌های هسته‌ای ایران از جاسوس‌های دو جانبه، بدافزارهای اینترنتی همچون ویروس استاکسنت و شرکت‌های سوری با هدف نفوذ به شبکه خرید فعالیت‌های هسته‌ای ایران استفاده کرده است. مقامات ایران هیچگاه در خصوص صحت این ادعا و یا مواردی همچون میزان آسیب‌های وارد شده توسط کرم استاکسنت اظهار نظر نکرده است. احمد باطبی، صدای آمریکا.